جنگ را که سر شما تحمل شدن و خانه های شما خراب شدن، صدمات و خسارات زیادی را دیدیم، این از طرف وهابیاست. هیچ وقت برادران مجاهد ما و صلابدوشان ما و مردم غیور ما تو این فکر نباشند که دشمنشان برادران پشتون است یا برادران تاجیک است. نه، شما 300 سال در اینجا زندگی کردین و برادری همین. ما هم که آمدیم در اینجا حقوق ملیت ها را مطرح کردیم به عنوان برادران، هم به عنوان این که ملیت های افغانستان برادرم، نه به عنوان دشمنی ملیت ها. چون دشمن این مسئله را میخوان که برادران پشتون را در مقابل برادران هزاره قرار بدن. جنایتی یک تعداد از جنایتکاران بین المللی خاص را به نام یک ملیت جلوه بدن، این خطرناکه. با هوشیاریتان، با درایتتان این مسئله را باید خنسا کنید. کسانی که از قندار آمده بودند در جنگ اشتراک کردند، یک چیزی که بسیار واضح است، ما با مردم قندار احترام قائل هستیم. احزاب متعددی در اونجا هست که برادران ماست، در مسائل سیاسی با ما نزدیک بودن، از حقوقشان دفاع کردیم و از حقوق ما دفاع کردن. ولی اینها که اخفال شدن آمدن در جنگ شرکت کردن، بعد از این که در سنگر کشته شدن و از اینجا این نفرای خبیثی که اینها را اخفال کرده آورده بودند برای تحریک احساساتی پاک مردم قندار، گوش اینها را بریدن، چشم اینها را کشیدن، در سر اینها میخ زدن، بردن در قندار، نشان دادن که هزاره های قدر و وحشیست، برای ازی که تحریک بکنن و این جنایت را که آمدن در اینجا انجام دادن سرپوش در رویش بگذارن. باید تحلیل شود که اگر این نفری که در سنگر کشته شدن، این که دیگه در دستی برادران ما نبوده که میخ در سرشان بزنن، اگر اینجا دستگیر شده، دستگیرها را که ما تبادله کردیم، آزاد کردیم، یک جنازه در اینجا کشته شده ما تحویل نداده بودیم که گوشش ببریم یا چش میشه. توطیه بسیار توطیه خطرناک است. دشمنی ملیت ها برای افغانستان فاجعه است. لذا برادران هوشیار باشند. ما در یک جلسه دیگه هم گفتیم در دنبال مبارزه نظامی و دفاع نظامی باید کار سیاسی را که انجام داده شود که اون اینه که دشمن میخواه این مسئله را به حساب مذهب، به حساب نجات تلقی بکنه، باید برادران ما هوشیار باشند، با درایت این توطیه دشمن را خنسا کنند.
دوران عبدالرحمن وقتی که مردم ما در مقابل این حکومتی ظالم و جائر استادن، 7 سال جنگیدن، لشکر از تمام نقاط افغانستان جمع کردن، از همه اقوام به جنگ مردم ما فرستادن. 60 نفر از علمای اهل تسنن را جمع کردن، فتوا گرفتن برای این مسئله که اینا رافضیست و کافرم، کارساز نشود. ولی آمدن از بین مردم ما خائن تربیت کردن و وادار کردن که با مردم ما خیانت کنن، این مسئله کارساز شد. چه رقم کارساز شد که 62% مردم ما نابود شد. در یک کشوری که عبدالرحمن پرچمداری اسلام به حساب میره که نورستان را که کافرستان بود عبدالرحمن مسلمان کرد، ولی مردم ما را 62% از بین برد، به عنوان غلام و کنیز از اینجا تا هند به فروش رفت مردم ما، و از مالیاتی این کنیز و غلام فروشی در خزانه دولت که وارد می شود، افغانستان در 5 قرن اخیر تعداد این پول را نوشته است. وقتی که 62% مردم ما نابود شد، از او تاریخ تا حالا که بیش از 100 سال میشه ما محروم بودیم، تقدیر میشدیم، هزاره بودن عیب بود، شیعه بودن عیب بود، تعمد بود بر ازی که ما را نگذارن به مکتب ها، ما را نگذارن به کار کردن و تجارت ها. اون چی که در این جامعه امتیاز به حساب میرفت ما محروم بودیم. در زمانی شاه محمود خان رسماً مکتوب می نویسه به وزارت فرهنگ که بچه‌های هزاره و شیعه را در مکتبی عربی پهنتون و مکتب‌های که ارزش داره نگیریم. این محرومیت را شما تر کردیم. شما از نگاه طبیعی هم که سرزمینایی که در افغانستان ارزش داشت، زراعت میشد، مال ما بود، خود دوران عبدالرحمن گرفته بود. برای کوچیا یا افغانا عبدالرحمن هزارجاد فرمان داده که شما برین بگیرین، اونا از سردی و اینایش قبول نکردن، از این خاطر ماندن. بعد یک مقدار علف که داشت کوچی را دادن که این علف هارم مال هزارجاد، حق نداره بیچاره، باید دیگر آبید. ما غیر از این که جوالی کشی بکنین، بار پشت بکنین، در این مملکت دیگه ارزش نداشتیم. افغانای کوچی در هزارجاد میامد، چای و پارچه و اینایش را در سری خانه میگذاشت،
و میگفت سالی دیگه من از اینجا پولش میگیرم. اینم او شما دیدیم و لمس کردیم. ولی وقتی که انقلاب اسلامی شروع شد، شما مردمی که در مقابل افغان حرف زده نمیتونستین، یک نفر عسکر اگر از طرف حکومت در منطقه میامد، مردا پود میشد، زنها میگفت در این آبادی کس نیست. در انقلاب وقتی که شروع شد، که شروع کردیم که تغییر بدین وضعیتان را، در ظرف سه ماه تمام مناطق هزارجات آزاد شد. چون ما محکومیت داشتیم و محروم بودیم، در داخل افغانستان طبیعیش بود که در خارج هم محکومیت داشتیم، هویت نداشتیم. به حساب این عنوان و بهانه طلبی در 14 سال جهاد که 70 میلیارد دلار برای افغانستان مصرف شد، باز برای ما یک دلار کسی کمک نکرد. ما پر نمیگیم برای این مسئله، با امید شما و رحمت الهی از خدا هیچ وقت نخواستم که من بدونی از شما در جایی برم، شما را در معرکه بگذارم و خودم جان خودم نجات بدم. نه، این از خدا نخواستیم، خواستیم خواستیم که در کنار شما خونیم اینجا بریزه، در بین شما کشته شو. و در خارج از کنار شما هیچ زندگی برایم ارزشی ندارد. Thank you.
Thank you.
Thank you.